رابطه بین ایرانی ها و فرانسوی ها قدمت طولانی داره، چه از زمان صفویه که جهانگردهای معروف فرانسوی به ایران سفر کردن، چه بعدها زمانی که ناپلئون بناپارت نامه هایی به پادشاه های قاجاری نوشت، و چه همینطور جلوتر در دوره پهلوی که این رابطه دیپلماتیک بیشتر و جدیتر شد. اما از این رابطه چه رد و اثری توی این شهر یعنی پایتخت فرانسه باقی مونده؟ من صدرا محققم و توی این گزارش پنجتا از ردپاهای ایران رو توی پاریس دنبال کردم. این گزارش پنجتا که درباره همین موضوع هست رو تا آخرش ببینید. فلایتیو یکی از ردپاهای ایران توی پاریس که البته داستان غم‌انگیزی داره این ساختمونه. ساختمونی که وقتی افتتاح شد به اسم خانه ایران معروف بود، الان اسمش تغییر داده شده به اسم بنیاد ابن سینا، ولی دیگه هیچ ربطی به ایران نداره. داستان این خونه یا این ساختمون هم از این قراره که سال 1340 محمد رضا شاه پهلوی توی سفری که به پاریس داشت این ساختمون رو برای احداث توی کوی دانشگاه پاریس کلنگزنی کرد. قرار بود این ساختمون ساخته بشه برای اقامت دانشجوهای ایرانی که برای تحصیل به پاریس میان. ساختمون در نهایت سال 1348 رسما افتتاح شد، اما فقط 3 سال بعد یعنی در سال 1351 دولت ایران تصمیم گرفت که این ساختمون رو به شورای مدیریت کوی دانشگاه پاریس تحویل بده. چون دانشجوهای ایرانی که توی فرانسه تحصیل میکردن این ساختمون رو تبدیل کرده بودن به یه پایگاهی برای فعالیت و مخالفت علیه شاه و حکومت پهلوی. انقدر ماجرا و مبارزه سیاسی این دانشجوها بالا گرفت که در نهایت سفارت ایران طی یک نامه‌ای به شورای مدیریت کوی دانشگاه پاریس اعلام کرد که ما دیگه هزینه های این ساختمون رو متقبل نمیشیم و کوی دانشگاه مختار هر طوری که صلاح میدونه از این ساختمون بهره برداری کنه. نکته جالبش اینه که بر اساس اخباری که منتشر شده احداث این بنا 10 میلیون فرانک برای ایران هزینه برداشت و قرار هم بود به حال دانشجوهای ایرانی ازش استفاده کنن، اما به دلیل اتفاقاتی که رخ داد دولت ایران با قیمت به نوعی طعنه‌آمیز 1 فرانک مدیریت اینجا رو به کوی دانشگاه پاریس تحویل داد. البته تو سالهای گذشته این بنا متروکه شده بود، ازش استفاده نمیشد به دلیل یه سری مشکلات فنی، ولی الان اینطوری که مشخصه دانشگاه پاریس تصمیم گرفته دارن بازسازیش میکنن و قرار احتمالاً به زودی ازش بهره برداری بشه. یکی از ردپاهای مهم ایرانی ها که تو پاریس میشه دیدش تو منطقه 15 پاریسه، یکی از جاهایی که نسبت میشه گفت محله مرفه نشینیه و از اصلی ترین نمادهاش هم این برج هایی هن که به نوعی ساختشون توی پاریس یه جورایی بی سابقه است. این برج ها تو دهه 1970 میلادی ساخته شدن و بعد از اون و حتی قبل از اون کلن ساخت این مدل برج ها توی پاریس ممنوع بود. نکته جالب اینه که بر اساس یک اتفاقی که حالا من در موردش پرسجو کردم ولی ریشش خیلی مشخص نیست، خیلی از ایرانی هایی که اومدن توی پاریس ساکن شدن توی این برج ها زندگی میکنن. به همین خاطر کوچه و خیابون های نزدیک این برج ها پر از بقالی و سوپری و رستوران های ایرانیه، یعنی وقتی توش قدم میزنی بیشترین جایی که امکان داره تو توی پاریس ایرانی ببینی توی اطراف این برج هاست. اینطوری که من از یه سری از ساکنای این برج ها شنیدم، ساکنای ایرانی این برج ها، که چی شد، من ازشون پرسیدم که چی شد که ایرانی ها اینجا ساکن شدن، تعدادشون اینجا بیشتر از همه جاست. بر اساس روایتی که اینا به من گفتن تو سالهای دهه 1970 قبل از انقلاب یکی از بانک های ایران جزو سهامدارای پروژه ساخت این برج ها بوده و به همین خاطر ایرانی های اون موقع میتونستن از این واحدهای این برج ها پیش خرید بکنن و به همین خاطر خیلی از ایرانی ها به خصوص ارتشی های ایران قبل از انقلاب از این برج ها واحدهای زیادی رو پیش خرید کردن که بعد از اتفاقات انقلاب خیلیشون که مهاجرت کردن اومدن و همینجا ساکن شدن. این جمع شدنشون توی این منطقه باعث شد در ادامه بقیه ایرانی ها هم که می اومدن بیان همینجا ساکن بشن و برای اینکه پاسخ داده بشه به نیازهاشون این بقالی‌ها و سوپری‌ها و رستوران‌ها هم اینجا متمرکز بشن.
یکی دیگه از ردپاهای ایران توی پاریس این خیابونه، خیابون تهران تو منطقه 8 پاریس. سابقه این اسم به سال 1864 برمیگرده، یعنی زمانی که اولین بار ناصرالدین شاه به فرانسه سفر کرد. بعد از اون سفر به افتخار شاه ایران اسم این خیابون رو تو مرکز پاریس به اسم پایتخت ایران نامگذاری کردن. متناظر همین خیابون توی تهران هم ما یه خیابون داشتیم به اسم خیابون پاریس که البته الان دیگه اثری ازش نیست، تا خیابون هست اسمش دیگه پاریس نیست، خیابون شیخ هادی توی مرکز تهران تا چند سال پیش قبل از انقلاب طبیعتاً اسمش خیابون پاریس بود که بعدها عوض شد. ولی خیابون تهران توی پاریس همچنان اسمش سر جاشه از سال 1864 تا الان. ردپای بعدی ایران بالای بلندترین و معروفترین بنای پاریس یعنی برج ایفله که سال 1889 میلادی ساخته شد. ناصرالدین شاه قاجار همون سال به دعوت دولت فرانسه به پاریس سفر کرده بود و قرار بود از برج ایفل هم دیدن کنه. شاه قاجار اما به آسانسورهای عجیب و پر سر و صدای برج اعتماد نکرد و بیخیال بالا رفتن از ایفل شد، ولی به عنوان مهمان بلندپایه دولت فرانسه و پادشاه یکی از کشورهای مهم جهان توی اون روزها یه یادگاری از بازدیدش تو طبقات بالای برج گذاشتن که هنوز هم سر جاشه. اصلی ترین ردپاهای ایران توی پاریس هم شاید نیاز به توضیح اضافه نداشته باشه، بخش ایران موزه لوور، جایی که هزاران اثر تاریخی از قطعات بسیار کوچیک تا مجسمه‌های غول‌پیکر از تاریخ پیش و پس از اسلام ایران توش نگهداری میشه. آثار ایرانی موزه لوور انقدر ارزشمندن که روزنامه نیویورک تایمز سال 2019 توی گزارشی به نقل از مدیران این موزه نوشت موزه لوور آثار باستانی باقی مانده از شوش را جزو ارزشمندترین دارایی‌های خودش محسوب می‌کند. مدیر بخش ایران باستان موزه لوور هم تو همین گزارش گفته این سوال از من زیاد پرسیده می‌شود که چرا به ایران علاقمند هستم. باید بگویم دلیلش این است که ایران در آن دوره که این آثار از آن باقی مانده مرکز جهان بود و وقتی به این تالارها وارد می‌شوید در حقیقت انگار به سرزمین پارس آن روزها قدم گذاشته‌اید. آثار پیش از اسلام کشف شده در ایران توی بال ریشلیو تو اتاقهای 232 تا 316 طبقه همکف موزه نگهداری میشن و آثار دوره پس از اسلام هم تو بال دنون و طبقه منفی 1 و اتاق شماره 186.